در فرانسه شمار مبتلایان به اپیدمی کرونا کماکان سر سعودی دارد و رکوردی 2 میلیون نفری و بیشتر به جا گذاشته است. شمار جانباختگان نیز به گفته جروم سالومون مدیر کل بهداشت از 46,000 نفر فراتر رفته است. اما گابریل آتال سخنگوی دولت میگوید تلاش ها برای مهار ویروس کووید 19 و مقابله با بحران به تدریج نتایج مثبت خود را آشکار میسازند. همین سخنگو از مردم خواسته است با احتیاط عمل کنند تا بار دیگر با گسترش موج جدید از اپیدمی روبرو نشویم. به نظر من بهتر است محتاط بمانیم. نباید این تصویر را القا کنیم که بحران را پشت سر گذاشتیم. رفع محدودیت‌های جاری زمانی ممکن خواهد بود که بدانیم چه تلاش‌هایی موجب شده است تا به این مرحله برسیم، چون محدودیت‌ها با رسیدن به نتیجه نهایی لغو خواهند شد. پیام روشن من این است: ما هنوز در کشورمان با یک وضعیت حاد روبرو هستیم. کارکنان حوزه بهداشت ما در بیمارستان‌ها زیر فشار بسیار شدیدی هستند. او یادآوری کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هر 2 هفته یک بار ضمن بررسی وضعیت کرونا تغییراتی را در محدودیت‌های اجتماعی اعلام خواهد کرد. با این حال بخشی از مردم پاریس از محدودیت‌های دوباره برقرار شده در رفت و آمد به شدت ناخشنودند. در مقابل عده‌ای نیز محدودیت‌ها را برای مقابله با موج دوم اپیدمی لازم می‌دانند. فرانسه در طبقه بندی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در ردیف 4 و از نظر شمار تلفات در ردیف 7 قرار دارد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.